و اما سومین باکتری، اسم این باکتری کلیپسیلاست. این باکتری باعث بیماری زاتوریه و همچنین التهاب بافت‌های روده میشه. این باکتری میتونه از طریق گوشت قرمز به تخته برش شما منتقل بشه. پس من به شما پیشنهاد میکنم دو تا تخته برش توی خونه نگه دارید. یه تخته برش برای خرد کردن سبزیجات و یک تخته برش برای خرد کردن گوشت. و هر زمان که گوشتتون رو خرد کردید، تخته برش رو نمک‌زدایی کنید، اون رو بشورید و در کابینت نگه دارید. و آخرین باکتری، اسم این باکتری ایکولایه. این باکتری باکتریه که داخل مدفوع پیدا میشه و میتونه وارد یخچال ما بشه. شاید براتون سوال بشه که چه ربطی به یخچال خونمون داره. صبر کنید بهتون میگم. یه وقتای گوشت میخرید، وقت ندارید گوشتتون رو بسته بندی کنید. گوشت رو درون یخچال قرار میدید. بعد از یه مدتی که به سراغ گوشت میرید، میبینید که یک خونابه زیر بسته گوشت شما جمع شده. این باعث این باکتری میشه. پس هر زمان که شما وقت ندارید گوشتتون رو بسته بندی کنید، اون رو درون پلاستیکی نگه دارید که از داخل اون خونابه به درون یخچال منتقل نشه. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم.